رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. درود همیهنان ارجمند، درود یاران و همراهان گرامی. فرصتی است و باز در خدمت شما هستم تا به یک کالبدشکافی یک جنایت و ریشه های تاریخی و مذهبی آن بپردازم. من کالبدشکافی را متوقف کرده بودم، یعنی 15 کالبدشکافی در رابطه با مسائلی که پیرامون خود من و برخی از کسان من رخ داد نوشتم و متوقف کردم، زیرا اندیشیدم که برای کسی که ارزش لحظات را میداند و یک در حد خودش در یک مبارزه واقعی و روشنگرانه درگیر است، پرداختن به فرعیات و پرداختن به خرمگس های پر هیاهو و پر وزوز اطراف فاضلاب کار درستی نیست و باعث اتلاف وقت است، بلکه باید به اصل فاضلاب پرداخت و به سالار مگس ها و نیز به تاریخ این فاضلاب، به موضوع فاضلاب و به روشنگری پرداخت و ریشه ها و اعماق این فاضلاب رو مشخص کرد. به همین دلیل متوقف کردم. ولی ماجرای رخ داد یکی دو روز پیش در فرانسه که لازم دانستم این بار با همان تیتر کالبدشکافی ها به کالبدشکافی یک جنایت و بررسی ریشه های تاریخی و مذهبی این جنایت بپردازم و موضوع رو برای دوستان گرامی مقداری روشن کنم. حتما شما هم خبر دارید و تکان خوردید که دو روز قبل در فرانسه در حوالی پاریس یک جوان 18 ساله چچنی تبار متولد مسکو که هویت او را عبدالله اعلام کردند و نشریه لوپوان نام کامل او را عبدالله آزنوزروف نوشته است، یک معلم زحمتکش و دلسوز فرانسوی رو با بیرحمی تمام کشت و سر برید و سرش را از تنش جدا کرد، زیرا این معلم در کلاس درس خودش از کاریکاتورهای محمد پیامبر اسلام صحبت کرده بود. عبدالله که اصالت چچنی دارد ولی در مسکو متولد شده، همراه خانواده خودش در سن 6 سالگی به فرانسه اومده و وقتی 18 ساله شده تقاضای پناهندگی سیاسی داده و این درخواست در مارس 2020 مورد قبول دولت فرانسه قرار گرفته و او اقامت 10 ساله خودش رو دریافت کرده و عصر جمعه، یعنی چند ماه پس از گرفتن این مدرک پناهندگی خودش، پناهندگی سیاسی، وقتی که معلم تاریخ از مدرسه خارج می شده، یعنی معلمی 47 ساله به نام ساموئل پاتی که به مدت 5 سال بوده در این مدرسه، یعنی مدرسه بودوان، مشغول به کار شده بود، حمله می کنه به او، به این معلم تاریخ و جغرافی و علوم مدنی کلاس های 4 و 5 کالج، او رو میکشه و سرش رو میبره و این ساموئل پاتی
پیش از کشته شدن بارها بر اساس بیان نشریات، نوشه های نشریات، به قتل تهدید شده بود و موضوع رو به مدیر مدرسه گزارش کرده بود و حتی گویا به کلانتری شکایت کرده بود. به هر حال این قتل فجیع انجام میگیره و قاتل گویا بعد از اینکه این معلم رو میکشه و با قمه سر اون رو میبره، تصویر سر جدا شده او رو در توییتر خودش منتشر میکنه و خطاب به رئیس جمهور فرانسه گویا مینویسه که رهبر کفار تویی و یکی از سگهای جهنمی تو را که جرأت جسارت به محمد را به خود داده بود کشتم. حادثه بسیار بسیار غم انگیزه. واقعا آدم نمیدونه چه باید گفت، به خصوص که این اولین ماجرا نیز در فرانسه نیست. بارها و بارها این جنایات انجام شد، اونم در کشوری که به طور واقع ما به هر نگاهی داشته باشیم چپ راست، ولی میفهمیم که شاید بتوان گفت نقطه مرکزی دانش، هنر و ادبیات و باعث آبروی جهان است و انبوهی فیلسوف امثال میشل فوکو، ژان پل سارتر، سیمون دو بوار، آلبر کامو، ولتر، ژاک دریدا و انبوهی دیگر رو به جامعه بشری تحویل داده. هنرمندان بزرگی، کارگردانان بزرگی، آهنگسازان و نوازندگان، هنرپیشگانی مثل ژان گامون و آهنگسازانی مثل ریچارد کرادرمن، ژان میشل ژار و نویسندگانی به ساندر ژیت، باز هم کامو، دوبوار که هم نگاه فلسفی دارند و هم نویسندند، ولتر، آناتول فرانس، مارسل پروست، بالزاک، رومن رولان. واقعا اگه بخوایم فقط اسامی اینها رو ردیف کنیم باید یک ساعت صحبت کرد از این سرزمین و در چنین سرزمینی که 200 سال قبل، 200 و اندی سال قبل نخستین انقلاب آبرومند بشری رو انجام داد و کلام برادری و برابری و عدالت رو که هنوز هم بر سردر ادارات و مدرسه ها نقش هست توسط پیشتازان خودش که برآمدگان جنبش رنسانس و نوزایی بودند نقش کرد بر در و دیوار. ما باز شاهد باشیم که یک معلم تاریخ رو در سرزمینی که لایسیته در اون جاری است باید یک مسلمان بکشه به جرم اینکه به پیامبر اسلام توهین کرده و بعد خودش هم با فریاد الله اکبر کشته بشه. درباره ابعاد مسئله فراوان میشه صحبت کرد. این جنایات رو از جنایت شارلی ابدو تا زیر گرفتن مردم در نیس توسط اتوبوس تا حمله به چاقو و تا تهدیداتی که وجود داره و بارها و بارها پلیس فرانسه دستگیر کرده، اعلام کرده، ولی ماجرا هنوز ادامه داره. در کنار این ما شاهدیم که کلی تسلیت، طبعا همه متأثر شدن. در فرانسه هم اینطوری که موقعی که حمله کردن به شارلی ابدو خیلی ها گفتن که من شارلی هستم و اومدن به خیابون تظاهرات کردن. الان هم خیلی ها میگن من یک معلم هستم و من نیز به عنوان یک ایرانی پناهنده که به مدت چند دهه هوای این سرزمین رو تنفس کردم و از مهر مردم این سرزمین و سه صدر اونها به عنوان یک پناهنده استفاده کردم، همزبان با اونها اعلام میکنم آری من هم یک معلمم و به طور واقعی نیز این چنین است. من هم یک معلم کوچک تاریخ هستم که از به طور جدی الان حدود 30 سال هست که در حال کنکاش در تاریخ
ایران و اسلام هستن و این رو به عنوان غرور نمیگن. به قول معروف قدیمی ها، در جهان شیر مست بسیار است، دست بالای دست بسیار است. من یک دانش آموز در عرصه تاریخ هستم که کوشش میکنم بدانم و به همین دلیل بسیار متأثرم که یک معلم رو، یک معلم زحمتکش رو، یک کارش پرورش فرزندان مردم بوده، فقط به خاطر این که میخواسته بیان یک واقعیت رو در کلاس درسش بکنه میکشند و سرش رو میبرند. و به همین دلیل عمیقا متأثرم، به خصوص که دیدم و خواندم که این معلم دلسوخته مدت هاست که مورد تهدید قرار گرفته. این یک بُعد قضیه است، بُعد تأثیر ما. ولی مسئله یک چیز دیگه هم است، مسئله فهم این ماجراست. ببینیم که بسیاری تسلیت میگن، باید گفت، باید مبارزه کرد، باید ایستاد در مقابل این جنایات و پسفطرتی ها، باید از مسئولان خواست که همزمان با جلوگیری از این جنایات بکوشند تا فرهنگی ایجاد کنند که سیاهی ها آشکار بشه بر مردم و سوء استفاده نشه. این روزها اگر نفسی کسی برآورد، همین امثال این جوان چچنی و بزرگترهای از اون شاید فریاد برآورند که آقا اسلام ستیزید و طرف رو یقش رو بگیرند، ولی چند ماه بعد میبینی که همین طرف میره معلم بیگناه رو میکشه. پس باید همراه با فعالیت پلیس، همراه با اکتیویته قانونی، واقعا این فرهنگ رو ایجاد کرد و سیاهی ها رو آشکار کرد و کلام بزرگ ولتر رو که میگه نور 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 هرچه بیشتر، این آخرین کلماتی بود که از دهان فیلسوف بزرگ فرانسوی که عمری در مقابل ارتجاع مذهبی مبارزه کرد و موقعی که میخواست بمیره، به طوری که ویلدوران نقل میکنه، این به اصطلاح مسئولین مذهبی، کشیشی یا همتای کشیشی اومد به سراغ ولتر که ببوس صلیب رو و توبه کن، که ولتر گفت ابله، یک عمر من علیه خرافات مبارزه کردم، الان میخوای من ببوسم؟ بعد گویی ازش خواستند که اقلا شیطان رو لعنت بکنه، که او با طنز زیبا و قدرتمند خودش گفت انسانی که در حال مردن یک دشمن جدید برای خودش نمیتراشه، و اونها رو به سخره گرفت و رو به پنجره کرد و گفت نور 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 بیشتر، و چشم فرو بست. و این فیلسوفی بود که کلام قدیمی از عصر یونان باستان رو که اسم شاعرش آدم نیست، ولی از یونان باستان گرفته بود که جرأت اندیشیدن داشته باشه، شاید از گفته‌های ویرژیل باشه، ولی این رو ولتر بود که در دهان‌ها پراکند. من هم میخوام بگم که در این ماجرای تلخ، همراه با تسلیت، همراه با عکس العمل مناسب، ما باید جرأت اندیشیدن داشته باشیم و از سطح بگذاریم و از این کلماتی که شاهدیم برخی ها به زبان میارند که این نمیدونم در حیطه تفکر مذهبی اسلامی نمی گنجه و این جنایت فلان است و بهمان است، و شاهدیم که مثلا بیان می کنند که کسانی هستند، از اسم و رسم بگذاریم چون من به دنبال موضوع هستم، ولی وقتی که ما می خوانیم که اینها از اسلام سوء استفاده می کنند و اسلام، اسلام دموکراتیک، اسلام رحمانی وجود داره و این اسلام رحمانی با اینها مخالفه، یه مقداری آدم درنگ می کنه. برای اینکه بسیار بسیار عالی است که اسلام رحمانی وجود داشته باشه، اسلام خوب وجود داشته باشه و جلوی جنایات رو بگیره. ولی
ما میخوایم بفهمیم که واقعا این وجود داره یا اینکه تاریخ بیان دیگری داره. اگر که وجود دارد باید بهش درود گفت و اون رو پراکند و خلاصه به طور واقعی دفاع کردنش. ولی اگر تاریخ چیز دیگری میگوید، ما باید روشنایی رو بر این قضیه نیز بیافکنیم. و مثلا وقتی که تسلیت میگویند که تسلیت خلاصه از ماجرای شوکه کننده که حمله بیرحمانه ای مردم فرانسه رو شوکه و بوه زده کرده و یادآوری میکنیم که این جوان چچن در حقیقت همراه با همدردی عمیق با این قربانی خلاصه اسلام بردبار و دموکراتیک پادزهر بنیادگرایی و آیین رحمت و رهایی است. ببینید این چیزیه که حالا بعضی خیلی تیز در گروه و سازمان خودشون بیان میکنند، بعضی مهندس مذهبی مثلا با زبان خودش میخواد بگه که بر اساس آیات قرآن و احادیث و اینها ثابت بکنه که این اسلام رحمت و رهایی وجود داره و میشود از اون استفاده کرد. ما واقعا میخواییم بفهمیم که پایه‌ها چیست و ما آیا داریم خودمون رو گول میزنیم، میترسیم، یا اینکه واقعیت چیز دیگری است. من تأکید میکنم که دین و مذهب فقط در پایه‌های اصلی خودش نیست که ما رو در بر گرفته. سنت و فرهنگ ایجاد شده توسط مذهب گاه بسیار بسیار نیرومندتر از مذهب عمل میکنه. فراموش نکنید که فقط در مساجد نیست که مقدسات مذهبی جاری است. در 90% فیلم‌های فارسی که زمان شاه ساخته شد با هنرمندان توانمندی مثل بهروز وصولی، فردین، بیکمان وردی، آرمان و بقیه اونها که میشناسید، کسانی که هم سن و سال من باشن، با مذهب و حضرت عباس و حضرت علی و قسم خوردن و اینها آمیخته بود. لات ها و لوتی ها با مذهب آمیختند، فقط آخوندها مذهبی نیستند. فلان زن خانه‌دار سنت ها رو رعایت میکنه، فرهنگ رو رعایت میکنه و این دامن کشیده تا جایی که روشن فکر جامعه نفس میکشه و ما شاهدیم اونیز در این چنبره فرو غلطیده و نمیتونه از سنت و فرهنگ عبور کنه و راه ببره به ریشه های تاریخی، راه ببره به جایی که ولتر ایستاده بود، راه ببرد به جایی که هونامونو فیلسوف اسپانیایی راه برد، راه ببره به جایی که دوبوار و ژان پل سارتر راه بردند و بزرگان عصر روشنگری. در سرزمین ما این شهامت رو من تا همین سالهای اخیر ندیدم، ولی در سالهای اخیر زبانهای این آتش در شعله ور میشه و وظیفه ماست اگر باور داریم این رو شعله ورتر بکنیم. اینطوری است که مردم عادی به دلیل سنت، به دلیل فرهنگ، وقتی که حتی آزرده اند از مذهب، ولی طرف از نماز روزه خودش نمیتونه بگذره، اشکالی هم نداره. وقتی میبینه 40 سال خمینی و خامنه‌ای پوست مردم رو کندن و همه چیز رو به لجن کشیدن، فاصله میذاره بین امام و پیغمبر خودش و خدای خودش با اینها. من این بحثا رو قبلا کردم و گفتم که در بحثهای مفصل که الان هم روی اینترنت هست به نام انسان جعلی، خدای جعلی، هویت جعلی و تاریخ جعلی، ببینید ما اون خدایی رو که آوردند به سرزمین ما، مردم ما تغییر دادن به دلیل پیشینه فرهنگی خودشون و پیشینه 1500 ساله. عبا و ردای
اهورامزدا و آینهای قبل از اسلام را انداختند و این خدا خدایی است مهربان، ولی واقعی نیست. خدای واقعی اون خدایی است که خمینی بیان کرد، البته خدای خمینی، زیرا مقوله خدا و لا خدا فراتر از اسلام و یهودیت و مسیحیت، یک مقوله فلسفی است که ما میتونیم بهش فکر بکنیم که آیا خدایی هست یا خدایی نیست، ولی بیرون از حیطه مذهب در این جهان بیپایانی که سر و ته نداره. وقتی میگیم بی‌نهایت و دانش کش کرده که 14 میلیارد و 500 میلیون سال قبل به اندازه بند انگشتی بوده و منفجر شده با همه وزنش و آغاز شد این جهان ما و در کنار این جهان ما شاید جهانهای دیگر. بنابراین در این معرکه میشه جهانبینی داشت که آیا هست یا نیست، ولی این جهانبینی وقتی تبدیل به ایدئولوژی و یک مکتب خاصی میشه بسیار بسیار کوچک میشه. اگر یهودی باشیم باید جهان رو در حیطه یهوه ببینیم، اگر مسیحی باشیم در حیطه مسیح، اگر مسلمان در حیطه الله و همینطور سایر مکاتب. به همین دلیل مردم فاصله میگیرن، ولی روشنفکر چرا؟ به اصطلاح روشنفکر چرا؟ من اسم روشنفکر رو به کسی که در این حیطه اسیره نمیگذارم، برای که روشنفکر کسی که نگاه فلسفی داره نخست مرزهای سرخ رو در مینورده، نفی میکنه، خودش رو آزاد میکنه و بعد شروع میکنه به فهم مطلب بیرون از حیطه. ولی روشنفکری که مرزهاشو مثلا اسلام مشخص کرده و تا لب مرز میاد، مثل این نواندیشان گرامی در خارج کشور و داخل کشور، تکلیفش رو نهایتا دینش هست که تعیین میکنه، از اون مرز عبور نمیکنه، زیرا از اون مرز اگه عبور بکنه باید از خط ارتداد عبور بکنه، از خط کفر عبور بکنه، از خط نمیدونم شرک عبور بکنه. اینا چیزای بدی نیست برای کسی که نگاه فلسفی داره. سالها قبل من در شعر کوتاهی سرودم، موقعی خودم گرفتار این کشاکش ها بودم، که ماه میتابد قدیسان در خوابند، تنها تنها ترین مرتد شهر بیدار مانده است در جستجوی خدا. باید عبور کنه ولی عبور نمی کنه. منطقه عبور نکردن این افراد، اینا چند دستن؟ یک دست منافعشون با وجود دین و مذهب گره خورده، اگر روز این دین و مذهب بپاشد اینا کاری نیستن، فیلسوف نیست دیگه، مهندیش نیست، متکلم نیست، فقیه نیست، بنابراین مقاومت میکنه، منافع مادی و معنویش در اون گره خورده. بخشی از اینا هستند که دنبال منافع مادی و معنوی نیستن، یک نیروی سیاسی است که دو تا مشکل داره. یکی اینکه اگر نفی بکنه، چون معتقد توده های مردم گرفتار سنت و فرهنگند در طول 14 قرن، 10 قرنش با تسنن و 4-5 قرنش با تشیع زمان صفویان، اون نمیتونه شناگری خوبی باشه، یعنی نیاز داره به این برکه، نیاز داره به این به تعبیر خود من مرداب. اگه مرداب خوش بشه اون نمیتونه شنا بکنه، با خودش فکر میکنه که مردم، یعنی در حقیقت ته خط چنین فردی مردم رو نادان و جاهل میدونه و میخواد از اون جهلی که وجود داره پیرامون اونها استفاده بکنه. این بدترین شکل قضیه است، یعنی داره به مردمش خیانت میکنه. مردمی رو که باید آگاه کرد، باید ایستاد، باید حتی نابود شد توسط خود این مردم، ولی تو لحظه آخر فریاد زد شما دارید اشتباه میکنید. در کنار این حضرات از اندیشیدن عاجزن، یعنی وقتی که حتی دندون طمع رو از این مرداب میکنند، توانمندی این که به افق دیگری پر و بال بگشایند و کشف بکنند، این قدرت رو ندارن، زیرا توان نفی ندارن، میترسن.
اگر شما تجربه کرده باشید، از خط ارتداد عبور کرده باشید، در جستجوی حتی خدا اینو خواهید فهمید که چقدر این مشکل از سفر سیمرغ و عطار بسیار مشکل تره. موقعی که میخواهید همه چیزها رو نفی بکنید، خدای خودتون رو، پیامبر خودتون رو، امامان خودتون رو، سنت رو، فرهنگ رو، این رو من دارم مثال میزنم در نقطه ای که یک متفکر، کسی که میخواد جامعه رو هدایت بکنه ایستاده. با مردم کاری نیست. با مردم نظر من همون نظر دانتون هست در مجلس ملی فرانسه، موقعی که گفتن کلیساها رو خراب بکنیم. بازم از ویلدوران دارم نقل قول میکنم، از تاریخ تمدن میتونید مراجعه بکنید. کلیساها باید خراب بشه که شربات گرفت، گفت نه، قدرت رو، قدرت قانونگذاری رو از کلیسا بگیرید و مردم رو به حال خود بگذارید. اون کشاورزی که امسال بارون زیادتر بارید و زمینهاش دو برابر گندم داده، بگذارید دعای خودش رو بکنه به درگاه پروردگارش. مردم رو در طول زمان باید ذره ذره ساخت با یک جنبش بزرگ فرهنگی و اونها رو جلو برد. همینطوری که ما شاهدیم در اروپا، جامعه اروپایی بالاخره اکثریت به لایسیته معتقدن، به آزادی معتقدن. وقتی میبینند دم یک رستوران، من بارها دیدم دو مرد هموسکسوئل یا دو دختر هموسکسوئل همدیگه رو در آغوش گرفتن میبوسند، کسی اخم نمیکنه. اکثریت مردم پذیرفتند که باید مسائل خصوصی افراد رو به خودشون واگذاشت. کسی میخواد نماز بخونه، سری بکشه نکشه، این در اتاق مردم. ولی در اتاق روشنفکر، جایی که ولتر ایستاده، جایی که دوبوار ایستاده، جایی که ژان پل سارتر ایستاده، کامو ایستاده، اینجا جای شوخی و مسامحه نیست. ولی ولترها و ژان ژاک روسوها و کاموهای مملکت ما کیها هستند؟ اصلا ما داریم؟ انقلابیون مملکت ما کیها هستند؟ آیا کسانی هستند که آغوش به تفکر و اندیشه نو کشیده باشند، یا اینکه همچنان در قرون وسطا در نفس میکشند؟ بس اینجاست. روی نقطه باید پاس حفظ کرد و شناخت کسانی رو که عاجزند از اندیشیدن، فلجند از اندیشیدن، ادعای رهبری یک انقلاب رو دارند ولی درست مثل آخوند محله فکر میکنند. پایه ها و بنیادهای فکریشون همون پایه ها و بنیادهای آخوند هاست، پایه های خمینی است، پایه های خامنه است. فقط یک شعار که آقا مال ما اینطوری نیست، اسلام جور دیگری است، اسلام ما اسلامی است، فرق میکنه با بقیه. ولی از همینجا پل میزنیم، از جایی که سر معلم فرانسوی رو، این مرد شریف و زحمتکش رو، این مبارز فرهنگی رو، معلمان به طور واقعی از شریفترین کسانی هستند که کوشش میکنند دانش بیاموزند، کوشش میکنند روشنایی بپراکنند. و این به طور خاص معلم تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی بوده که سه دانش بسیار حساس هست که اگر جوانان و نوجوانان بیاموزند، تأثیرات شگرفی در زندگیشون داره و سر این رو میبرند. اشاره کردم که از بحث و فصل ها و تعارفات بگذاریم و برویم به سراغ این که کسانی که شعار میدن که آقا جان اینها از ذات این مذهب بیرون نمیاد و دین ما دینیست دموکراتیک، میتونیم جامعه رو بسازیم. ببینید تفاوت و خطر این اینه که مردم زندگیشون رو دارند. در زمان محمد رضا شاه جامعه ایران مذهبی بود، ولی در حقیقت به نوعی میتوان گفت بدون اینکه تصویب شده باشه تا اندازه لایسیته اجرا می شد. کسی می خواست نماز می خوند، کسی می خواست نمی خوند، مشروب می خورد. کنار مثلا مسجد برخورداری از مرغ طلایی بود که اونجا مشغول خوردن آبجو بودند. ولی
تو این حکومت وضع فرق کرد. منظورم اینه که ما در رابطه با مردم باز هم تاکید میکنم مشکلی نداریم. مردم رو اگه بار خودشون بگذاریم سر هم دیگر نمیبرن، به خصوص در جامعه مثل ایران. ولی بس اینجا سر روشنفکری است که نماینده مردم، باید روشنایی بپرونه، باید مردم ما رو روش بده. و اگر این کار کرده بودند، اگر از البته فقط عنصر روشنفکر نیست، باید جامعه سیاسی اون روزگار ظرفیت رو داشت، حکومت وقت یعنی حکومت محمد رضا شاه این ظرفیت رو ایجاد میکرد که بتوان تلاش کرد. و اگر این تلاش ها وجود داشت، تلاش های فرهنگی، تلاش های سیاسی و همچنین احزاب وجود داشت، جامعه ما حرکت میکرد و ما به خمینی نمیرسیدیم. ولی رسیدیم به خمینی. 40 سال هست که این کثافت رو ملت ایران داره تجربه میکنه. خانه ای نیست که یک کشتی جنگی یا تیرباران شده یا اعدامی نداشته باشه در این حکومت. این همه فقر و فحشا و فساد که در جامعه ایران برای همه قابل لمسه، ولی باز ما شاهدیم که بسیاری از مدعیان، کسانی که شعار میدن که آقا هزاران هزار شهید دادیم و کامیون های از جسد رو دارن پشت سر خودشون ردیف کردن و این رو بنیاد مشروعیتشون مشروعیت خود کردن، ذره ای از سر به عمر نمیرن و توضیح نمیدن که این اسلام دموکراتیک در کجای تاریخ خودش رو نشون داده که امروز با سر بریدن یک معلم بیگناه و مظلوم فرانسوی، وقتی تسلیت هم میگیم تأکید میکنیم که آقا این ربطی به اسلام نداره. ببینید، من دو تا لایه رو، من هم مثل یک معلم کوچک تاریخ رهنورد راه های تاریخ بودم. از شما دوستان و هممیهنان عزیزم، چه مخالف و چه موافق، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، صمیمانه و دوستانه تقاضا میکنم که تاریخ ایران رو از سرآغاز ورود اسلام به ایران ورق بزنید. چگونگی ورود و مسلمان شدن مردم ایران رو با ورود ارتش خلیفه دوم و سقوط دولت ساسانی بنگرید و به واقع دریابید که آیا ایرانیان با رحمت و رهایی مسلمان شدند و یا به ضرب شمشیر و کشتار و گردن زدن و شکم پاره شدن و تخت جسد در سیستان و آسیای خون در گرگان، داستان مغیرت ابن شعبه. بنگرید دوران 4 خلیفه رو، 3 خلیفه رو، ابوبکر که کاری نداشت. ایران در چه شرایطی قرار داشت؟ آیا سرزمینی بود زیر انوار رحمت و رهایی، یا اینکه در زیر پرتو رحمت و رهایی اسلام هزار هزار زن و مردش رو به بردگی بردند و فروختند و جزیه بستند و کشتند؟ اینها رو از موضع دشمن کامی هرگز من بر زبون نمیارم. ما کی میخواییم بفهمیم؟ ما کی میخواییم از این منجلاب وحشتناکی که اندیشمون در خود گرفته بیرون بیاییم و تاریخ رو بنگریم؟ 1000 سال این چنین گذشت تا آغاز قرن 9 و 10 در راستای دولتهایی که از سامانیان و صفاریان شروع شد و ادامه پیدا کرد تا دولت غزنویان، تا دولت سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولها، تیموریان. ما این وضع رو داشتیم. خون بود و جزیه و شلاق و مردم ایران در این کشاکش زندگی می کردن. من وجب به وجب در حد توان خودم تمام عمر خودم رو صرف این کردم و این رو به یقین معتقدم دیگه، بدون دشمنی، بدون این که آزرده باشم اگر فلان مادر بزرگ میخواد سجادش پهن کنه نماز بخونه. من که میفهمم مذهب، من بارها تکرار کردم، دین به دنبال یک نگاه فلسفی گشتن
مثل سرپیچ لامپ برق میمونه. این از آغاز از دوران انسان نئاندرتال وجود داشته. نئاندرتال ها وقتی میمردن در گورشون غذا میذاشتن، گندم میذاشتن، کوزه آب میذاشتن، برای اینکه معتقد بودند که جهان دیگه وجود داره. این با بشر هست، ما تنهاییم در این بی‌نهایت هستی. ما نیاز به تکیگاه روانی داریم اکثریت ما. ممکنه عده‌ای به یک یقین و قطعیتی برسند که نیاز نداشته باشند، ولی اکثریتی نیاز رو دارند. بنابراین سرپیچ رو نفی نمیتوان کرد. لامپی رو که در آن بهش میپیچونند و نوری که میپراکند مهمه. این رو باید ما نقد بکنیم. لامپ اسلام، لامپ یهودیت، لامپ مسیحیت، لامپ بودیسم، اینها چه نوری پراکنده در طول تاریخ؟ آیا ما ایرانی ها اصلا میدانیم که تشیع چگونه شکل گرفت؟ یک سری خیالات و مقدسات در ذهن خودمون ساختیم. دیروز به اصطلاح وفات امام رضا امام هاشم شیعیان بود. بزرگترین زیارتگاه جهان در مشهده. سالی چند میلیون زیارت میکنند. ولی یک بار ما سوال نکردیم از خودمون که تأثیر این امام ها و امامزاده ها در زندگی واقعی ما فارغ از تمایلات ذهنی ما چی بوده؟ قرن هاست که ما معتقدیم یک آهو رو امام رضا نجات داده، فریاد یا زامن آهو میکشیم، در حالی که خود رژیم آخوندها اعلام میکنه 6000 مسافرخانه در آستان قدس مشغول دادن خدمات جنسی هستند. هزاران زن و دختر ایرانی صیغه رو هستند اونجا حلوش حرم امام رضا. هرگز سوال نکردیم در زمان شاه عباس موقعی که ازبک ها حمله کردند و توی حرم صدها نفر رو گردن زدند و سر بریدن، زامن آهو کجا بود؟ منظور توهین نیست به اعتقادات مردم. منظور فهم و درک قضایاست و بیرون آمدن از این منجلابی که حکومت آخوندها ایجاد کرده و ما هنوز چون افکار خودمون رو عوض نکردیم نمیتونیم از شر این حکومت نجات پیدا بکنیم. ما مردمی هستیم که نه تنها ده قرن تسنن رو نمیدانیم که چه بر ما گذشت و چه کرد مذهب نهادینه شده در کنار شاهان قدرتمند، بلکه نمیدانیم که تشیع علوی و صفوی وجود ندارد. همین تشیع علوی بود که زمان علی ابن ابی طالب امام مقدس شیعیان و خلیفه سنی ها بارها ایران شورشی رو سرکوب کرد. موقعی که عثمان کشته شد علی گرفتار جنگ داخلی بود، به همین دلیل خیلی ها امکان شورش پیدا کردند. برای اینکه حلوا به ایرانی ها نمی دادن، ایرانی ها جزیه می دادن. موقعی فارس شورشگر سرکوب کرد. من در این باره صحبت کردم، اسناد وجود داره، شما می تونید مراجعه بکنید. رسیدیم به عهد صفویه. با حمایت مغول ها و تیموریان 200 سال شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندانش خواجه علی سیاه پوش و بعد شیخ حیدر و شیخ جنید با ثروت و عشمت زندگی کردند و با کمک تیمور و قازانخان مغول ارتش خودشون رو درست کردند و سرانجام تشیع رو به ضرب کشتار جمعی بر ایران حاکم کردند. بیهوده نیست که خامنه‌ای صفویان رو احترام میگذاره. درسته اندیشش، برای اینکه او بود که میخ تشیع رو کوبید. ما توجه نکردیم. درویشان ما سیمای از علی ساختن مانند میترا و امامان شیعه در طول 400 سال روزخانی تبدیل شدند به مقدسینی که انواع معجزات رو میکنند و ما هرگز نیندیشیدیم که این مقدسینی که چرخ و فلک در اختیارشون بود چه شد که نتوانستند از خودشون دفاع بکنند و نیز نرفتیم یک گام عقب‌تر که آنچه آخوندها گفتند دروغ بود. امامان شیعه بهمنی بود که در حقیقت تو قرن سوم زمان نواب عربه سازماندهی شد و این بهمن غلطید و بزرگ شد در اذهان ما تا جایی که نفس ما رو برید و ما اونها رو
با جهان ذهنی و عینی خودمون پیوند دادیم و بردیم در حصار جاذبه و پیرامون اونها مشغول طواف شدیم و هرگز فکر نکردیم که امام سجاد برای ما چه کرد، در حالی که با یزید روابط حسنه ای داشت، امام محمد باقر با عبدالملک اموی رفت آمد داشت، امام صادق با منصور عباسی رفت آمد داشت و جنبش ابو مسلم رو رد کرد و بعدها موسی بن جعفر و امام رضا که دیروز در گذشتش بود، ولیعهد مأمون بود برای اینکه در جنگ بین امین و مأمون بتواند یاری برساند، حالا اگرچه به اجبار، ولی برای ایران چه کرد؟ موقعی حسن ابن سهر رو کشتند و مردم شهر سرخت شورش کردند، در این مأمون اومد بیرون گفت هر کس دست به خلیفه بزنه ملعونه، برای اینکه انتخاب امام رضا نظام اسلامی بود و نه مردم ایران. زمان امام رضا و امام حسن عسکری بزرگترین شورش های ایرانیان انجام شد. بابک خرمدین، استاد سیس، چه کردند اینها؟ کار اونها حفظ نظام بود و جمع‌آوری خون زکات و سرانجام امامی رو که در چاه فرو بردن نوا بربه و ما فلسفه تاریخمون شدون. ببینید این یک برش از تاریخ، برویم و بخوانیم کتاب تاریخ تطور شیعه استاد احمد الکاتب و آثار خون استاد امیر حسین خنجی رو، استاد زرینکوب رو، دشتی رو، مغازی واقدی رو، کتاب سیرت النبی رو، اخلاق پیامبر رو و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. از این برش یک برش دیگه بریم. من سوالم اینه از شما، کسی که معتقد اسلام رحمانی بزرگترین ایدولوژی تاریخ است و دموکراتیک است و جمهوری دموکراتیک اسلامی میخواد ایجاد بکنه، یک بار بیاد سر میز بحث و نه سر میز تشکیلات. سر میز تشکیلات و مدار جاذبه وقتی طرف رفته تو ابرا کسی نفس نمیتونه بکشه. بلنشید بیاد سر میز تاریخ، یک بار همت به خرج بدید، شما که دستون پره، و توضیح بدید برای ما راه گم شدگان که در طول 14 قرن چرا یک بار یک حکومت دموکراتیک حتی کوچک توسط اسلام شیعی ایجاد نشد در ایران، و در قرن 20 موقعی که انقلاب اکتبر رخ داده، انقلاب فرانسه رخ داده، از ترکشای انقلابات جهانی یک عبایی هم بر دوش اسلام قرار دادن که آقا اسلام ما چنان است و توحیدی است و انقلابی و دموکراتیک، در حالی که تا اون موقع هیچ ردی نیست. حکومت‌های شیعی که ما داریم، حکومت علویان سراسر جنایت در گرگان، در این باره من بحث کردم، بیش از 1000 ساعت من درباره تاریخ ایران صحبت کردم توی زمینه. دومیش حکومت سربدارانه، 13-14 تا امیر سربدار کارشون کشتار همدیگه بود بر سر قدرت، و آخریشون هم رفت رکاب امیر تیمور رو بوسید و شهید شد در رکاب امیر تیمور گورکانی. کجاست یک حکومت دموکراتیکی که در قرن 21 ندای اسلام دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی دارید در میارید؟ گذشت اون دوره. من واقعا صریحاً و به روشنی و از روی دلسوزی اعلام میکنم، ایران در حال یک گسست تاریخی از لجنزارها و تاریکی هاست، در این شک نکنید. مشکلی که شما دارید، مشکلی که شما دارید فقط مشکل سیاسی نیست، مشکل ایدئولوژیکه. اون ممر و لولو برد روزگاری که خمینی ای امام و همه فکر کردن که نمیدونم بهش میشه اسلام. آخرین بازیگر این میز قمار بر سر میز تاریخ خمینی بود و خامنه ای، و بعد از اون ایران سرنوشت دیگه ای رو به یمن روشنی که پراکنده شد و به یمن هزاران رنجی که این ملت برد
در یه چیز تکون میخوره. این بار انقلاب ایران انقلاب جابجایی قدرت نیست، یکی بره یکی بیاد، چهار خلیفه بروند، سر و کله معاویت ابن ابو سفیان پیدا بشه و 100 سال امویان، بعد عباسیان، 500 سال بر سریر قدرت به لطف اسلام عزیز، و بعد در قرن 21 شاهنشاهی سقوط بکنه و علویان بر سر کار بیان، امام خمینی، سید علوی، تخم و ترکه علی ابن ابی طالب و پیامبر اسلام و خامنه ای نیز همچنین. اون علف و بزی خورد دوستان عزیز. اگر شما عقب مانده اید، اگر شما گرفتار ناتوانی های خودتون هستید یا طمعتون در جهل مردم ایران، این مردم دارن تکون میخورن. من اینقدر خوشخیال نیستم که فکر کنم 2 روز تکون میخورن، ولی تکون شروع شده. وقتی خود من به عنوان یک تن از این مردم تکون خوردم، این نشوندنیه که این تکون از جای دیگه شروع شده، از اعماق تاریخ، و اینجاست که فراتر از مشکلات استراتژیک و تشکیلاتی و سیاسی که دارید، فراوان هم دارید، مشکل اصلی مشکل ایدئولوژیک و تغییره که نمیخواید بفهمید، برای اینکه عاجزید از فهمیدن. صحبت من عامه به همه کسانی که نمیخوان تن بدن به این تغییر. بنابراین تاکید میکنم بروید و بخوانید بر میز تاریخ چگونگی ورود اسلام رو 10 قرن سنی و 4 قرن شیعه، و نیز نشان بدهید یک نمونه حکومت دموکراتیک اسلامی از آغاز این وجود نداشته. ولی بعد از این صحبت برم سر اصل قضیه. اعلام شده که این عبدالله علی چچن کاری که کرده ربطی به اسلام نداره. ما خیز و بر می‌داریم می‌ریم تو صدر اسلام، ببینیم که اصلا اون اول این آیه رحمت و رهایی با پیامبر رحمت و رهاییش که یک انسان بسیار هوشمند تاریخی بود و موفق شد یک تحول بسیار قوی رو در زمان خودش ایجاد بکنه در عربستان، در سه بنیاد، یعنی بنیادهای الله، بنیاد محمد و بنیاد قرآن، چه خبر بود؟ محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. سوره فتح که سوره 48 قرآن آیه 29، محمد پیامبر خدا و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان. ما تمام لغات رو باید دوباره معنی کنیم. کافر یعنی چی؟ اینا ترمای سیاسیه، درست این وزارت اطلاعات کنونی، نفس میکشی آقا وابسته به سپاه قدس اطلاعاتی یا جزء قوم لوط بوده. این پیامبری که از طرف خدا اومده، خدایی که تمام جهان در ید قدرت اوست و کافر خلق کرد و مشرک و مرتد و مسلمون، میشه اندیشید که این چه بساطیست که ما در قرآن میبینیم تو این آیات. و مثلا آیه‌ای که با شعرا در سوره شعرا تکلیف خودش رو با شاعران روشن کرده و میگوید برخی هستن که شیاطین بر آنها وحی نازل میکنند و دروغگو و درویند، و اینجاست که من ریشه های کشتار قطعه زنجیره‌ای رو ریشه ایدئولوژیش رو پیدا میکنم در آیات 221 تا 227 شعرا. ولی از این راه اگر ما جلو بریم، میرسیم به یک سیاهی از ترور شدگان اون عصر که طبعاً تا زمانی که خمینی سر و کلش پیدا نشده بود
برای منیم که دانشوی دانشگاه الهیات بودم در سالهای 50 تا 54 و بعد از دوره زندان شاه دوباره 2 سال دیگه تو 56 هفت ترور اسما بنت مروان، یک زن شاعر یهودی که در عصر خودش احتمالا میشه همکار همون معلم فرانسوی رو دونست، مادر 5 فرزند بود و در نکوهش پیامبر پس از ترور ابو عفج، پیرمردی 120 ساله که اون وقتی کشتنش، شعری اعتراضی می سراید که وقتی که این شعر به گوش آن جان رحمت جهان می رسد، محمد ابن امیر ابن عدی رو برای کشتن او می فرستد. شبانه به خانه اسما می رود، بچه ای رو که اسما از سینه به او شیر می داده است جدا می کنه و شمشیرش را به گونه ای در سینه او وارد می کند که از پشت او خارج می شود. و از این داستان چه نتیجه می گیریم؟ من رفرانس ها رو خواهم گذاشت در یوتیوب که شما مراجعه بکنید به مآخذ و ببینید که چه اتفاقی افتاد. یکی دیگه از کسانی که همکار همین جوان، یکی از وقایعی که همرنگ همین کشتن معلم فرانسوی بود، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح هست که کاتب وحی بوده و گویا گاهی وحی رو تغییر میداده و پیامبر با این کار اون مخالفتی نمی کرده. در حقیقت به نوعی میشه گفت ویرایشگری میکرده. ما اگه معتقد به وحی باشیم طبعا این رو قبول نخواهیم کرد، ولی الان خیلی ها اصلا مثل های عبدالکریم سروش و خیلی ها دیگه که معتقدن که این اندیشه های خود پیامبر اسلام بوده. امیدوارم که اونها سرشون بر باد نره. و این عبدالله ابن سعد بعد دچار شک میشه، مثل کسی که در اون تشکیلات هست یا اون مثلا شعر و شاعری می کند و می سراید تو در تمامی عالم شبیه خیشتن یا این شرفات با شکوه خلق به پیوند، شک می کنه و بعد می زنه بیرون. تا موقعی که در درون بود مهم نبود برای آن سمبول رحمت و رهایی که او ویرایش می کنه، ولی وقتی میره بیرون دستور قتل اون صادر می کنه. ولی در مکه سرانجام طرف توبه میکنه و از قتلون در میزنه. ولی از وحشتناکترین های دیگه ترورها قتل کنان ابن ربیع هست، رهبر قبیله یهودی خیبر، که دستگیرش میکنن، میگن که محل گنج ها رو نشون بده و بعد داستانش معروفه، شکنجهش میدن و سرانجام گردنش رو میزنند وقتی گنج رو پیدا میکنند و همسر 16 سالش صفیه رو رسول الله لطف میکنه و به همسری خودش در میاره و همون شب یا چند شب بعد به بستر میبره. من میخوام تاکید بکنم، ببینید ما یه مقدار چشم و گوشمون رو باز بکنیم. من بارها گفتم که ما میتونیم سه بنیاد رو قشنگ بررسی بکنیم اگر ایمان آوردیم، سر تسلیم فرود آوریم و با دل راحت و اندیشه‌ای کاملا منور از انوار الهی و نبوی، خلاصه تضادمون حل میشه. ولی اگر که حل شد دیگه نمیتونیم این معلم رو تایید بکنیم و اون یکی رو محکوم بکنیم، برای اینکه نمونه ها در طول تاریخ وجود داره. شما مغازی رو که بخونید یا سیره نبوی رو پیدا می کنید. ابن سنینه یکی از اونهاست، یک تاجر یهودی که قبل از اسلام با اون روابط تجارتی داشتن، ولی وقتی دستور قتل عام ها صادر شد دستور داده میشه که او کشته بشه و میرن سراغ اون
و یک برادر خوانده اون رو میفرستن سراغ اون و اون رو میکشه به وضع خیلی ناجوان مردانه ای. وقتی که یکی از دوستان این قاتل میگه تو چطور کسی که بیشتر چربی شکمت از اموال اوز کشتی، میگوید اگر محمد میگفت تو که برادر تنی من هم هستی بکشم، او رو میکشتم. نمونه دیگه قتل نضر بن حارث است که فردی ثروتمند بود و درباره پیامبری پیامبر چونه چرا کرده بود، یعنی قبول نکرده بود اون کاری که یه معلم تاریخ میتونه بکنه، بگه آقا من اصلا قبول ندارم اینا رو. پرسش و پاسخ داشت با پیامبر اسلام و او هم دستور داده شد که پس از دستگیر شدن کشته بشه و او رو گرفتند و شکنجه کردند و خلاصه ناقصش کردند. نمونه دیگه ترور عبدالله ابن عبی هست، رهبر قبیله خزرج، کسی بود که پس از ماجرای عایشه و صفوان به سخن پراکنی و مترک گفتن به همسر پیامبر پرداخت و پروردگار در بخشی از سوره نور آیات 11 تا 16 درباره او سخن گفت و پیامبر روی منبر خواست که او را از بین ببرند و بکشندش، ولی او فراری شد و سرانجام مرد. نمونه ها باز هم هست. ابو عفق پیرمرد 120 ساله، پیرمرد یهودی که شاعر بود، شعر میگفت علیه پیامبر اسلام، دستور قتلش صادر میشه و در شبی تاریک در حالی که بر بام خوابیده بود توسط سالم ابن عمیر یکی از فرستادگان آن جان رحمت و رهایی ترور میشه. سفیان ابن ابی خالد نیز از رؤسای طایفه لحیان بود، از مخالفان بود، کسانی بود که به مسخره میگرفت جان جهان رو و پیامبر عبدالله ابن انیس رو میشه برای کشتن اون و میره سراغ اون و سر او رو میبره، سرش رو میاره به مدینه و جلوی پیامبر میندازه و محمد از اینکه این کافر بدنام رو کشته شدن خوشنود میشه و سپاسگزاری میکنه. الهویرس ابن نقیز ابن وهب ابن عبدالقصایی که از منتقدین دیگر هست که دستور قتلش صادر میشه و وقتی که مکه فتح میشه علی ابن ابی طالب سرور مردان عالم با دست خودش سر او رو میبره. کعب ابن اشرف یکی دیگر هست، رئیس قوم بنی نظیر که شعرهای زیادی علیه پیامبر سروده بود و دستور قتلش صادر میشه، میرن سراغش، سرش رو میبرن، میارن به مدینه، میزن جلوی پای پیامبر اسلام. باز هم هستن مقیاس ابن سبابه، عبدالله ابن قتل، اسیر ابن رزیم و ام غرفه، پیرزنی که دستور داده میشه که ببندنش به دو شتر و از وسط پارش بکنن، جرش بدن و این کار رو کردن و ام غرفه رو که زنی پیر بود کشتن چون از مخالفان بود. ببینید من نمیخوام ادامه بدم این رو برای اینکه فرصت زیادی. قتل عمرو ابن جهاش، عقبت ابن ابی معید، سلام ابن ابی حقیق، امیه ابن خلف ابن صفان، امیر ابن جهاش و خیلی های دیگه. اینجاست که وقتی که ما میبینیم که مثلا 10 نفر رو دستور میده هر جا یا پیدا کردید بکشید، اکرمت ابن ابی جبر، حوار ابن الاسفد، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر، مغیس ابن سبابت ابن لیسی، هویرس ابن نقیز، عبدالله ابن هلال، هند بنی عتبه، سارت ابن مولا و یک دو نفر دیگه، اینجا ما راه میبریم که ببینید این ماجرای
رحمت و رهایی رو به کناری بگذارید، از اسلام دموکراتیک در عرصه سیاسی لطفاً سخن نگویید، اسلام رو بگذارید با فرهنگ و سنت مردم و شما بشناسید که این پایه‌های ایدئولوژیکی که پاروش صفر کردید پایه‌های پاکیزه‌ای نیست. و اگر امروز هم دهن مثلا بنده و همسال من رو که کسی نیستیم ببندید، اون موج طوفانی که از اعماق و پایه‌های جامعه ایران برخواسته و اگر ما نفسی برمی‌آوریم در این غربت، در این همه زیر بار تهمت و دشنام و رزالتی که بر سر ما فرو میباره بیرحمانه، فقط این خاطره که وقتی نگاه میکنیم افق رو روشن میبینیم، نسل جوانی داره برمیاد که میفهمه، جرأت اندیشیدن داره، به نور 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 هرچی بیشتر تن داده، از ما خستگان، از ما ماندگان در قرون وسطا، از ما کسانی که به مردابهای بازمانده آخوندها دل بستیم که آخوندها بروند ولی مرداب و فرهنگشون رو برای ما باقی بگذارند تا باز هم مردم رو کنترل بکنیم. این چنین نخواهد شد. نسل امروز و نسل آینده نسلی است که داره میفهمه و نمیشه گولش زد، و این ماییم که خواهیم باخت اگر باز هم به افکار و عقایدی که اصلا پایه ای نداره. اهل بحث که نیستید که، اهل بحثید بفرمایی سر میز. بعد از 55 سال 60 سال کجاست یک تحلیلگر تاریخ درست شما؟ کجاست یک فیلسوف شما که بتواند یک تئوری فلسفی ارائه بکنه؟ چه چیزی ارائه کردید؟ بروید راز فلان انقلاب رو دریابید تا روز قیامت، و اگر در رای افتید یا اطلاعاتی هستید یا مزدورید یا بعضی اخلاقیتون خرابه. ما تجربه کردیم شب در به دری را، 40 سال از 50 ساله تنها چیزی که نصیب ما شد خوشبختانه در فصل سالخوردگی ادراک در حد توانمان واقعی و شناخت تاریخ ایران بود و پاسف کردن بران، و این که نمی شود بر دروغ بیش از این پافشرد، نمی شود بر تاریخ جعلی پافشرد، نمی شود بر انسان جعلی پافشرد، نمی شود بر مقدسینی که ذره ای در تاریخ و زندگی مردم ما تأثیر واقعی نداشتن با خیالات دل خوش کرد. کدام قدیس، کدام امام پیامبر به ما کمک کرد؟ روزگاری بود که مردم نون آبی داشتند، گوجه فرنگی کیلوی 8000 تومان نمی خریدند در زمان اون زندیات هویدا، که وقتی رفت گفت که من وقتی اومدم تخم مرغ یک قرون بود، وقتی هم رفتم یک قرون بود. بنابراین مقدسین سر جاشون بودند، جدا از حکومت. امامزاده بود و مسجدی بود و سقاخونه‌ای بود و شربتی بود و یادش به خیر ماه رمضان که میشد ما از مرسی پهلوی از کرا میافتادیم درست اون سوی شهر و درست نقطه مقابل جای بود که خونه ما بود، از دم شیرینی فروشی ها که رد میشدیم میدیدیم حاجی خلیفه شربت گذاشته و باقلاوا و قطاب و عکس حضرت عباس رو میبینم علی ابن ابی طالب، و ما قوطا و باقلاوا میخوردیم و سپاسگزاری میکردیم که چه مقدسین خوبی داریم، باعث شربت و شیرینی و باقلاوا هستند. در زندگی سیاسی ما دخالت نداشتند، ولی این مقدسین خوشبختانه وارد شدند به زندگی ایدئولوژیک، خواستند جامعه بی طبقه توحیدی بسازند، خواستند رحمت و رهایی بیاورند، و ما تجربه کردیم حضرت امام خمینی و خامنه ای رو و نیز جمهوری دموکراتیک اسلامی رو که سر نمی برد، ولی باید توضیح داد آیا توف کردن زن به صورت شوهر دموکراتیک است و اسلامی است،
آیا نگذاشتن بچه‌ای که میخواد مادرش رو ببینه دموکراتیک و اسلامی است؟ آیا دشنام دادن مردی 75 ساله و خواهرش رو روس بیخواندن تایید دموکراسی اسلامی است؟ آیا خفه کردن هر صدای مخالفی و تهمت زدن دموکراتیک اسلامی است؟ آیا تهدید به قتل پیش از به حکومت رسیدن و اینکه فلان زن نروژی رو پارتیزان های نروژ کشتن به دلیل ارتباط با آلمان ها و باید فلان شاعر بدبخت رو هم بعد از 40 سال آوارگی کشت پشت تلویزیون دموکراتیک اسلامی است؟ آیا کسی رو که یک عمری سرود و نوشت علیه آخوندهای پست و پلید بیش از 150 سرود که اکثرش ضد این حکومت ننگینه اطلاعاتی خوندن دموکراتیک اسلامی است؟ جمع کنید این بساط رو. من کینه فردی اصلا ندارم، بیشتر رقت، ولی میخوام با عبید زاکانی تمام بکنم، با اینکه چندان خوشایند نیست. یه مقدار عبید هم به قول شما لومپنی صحبت میکنه. میگن ترسا بچه ای را مسلمان کردند. فقیه او را ختنه کرد. احتمالا فقیه شبیه این آقای توسی بود که خبرش شنیدی. و شبانگاه او را به حجره برد و خواست گناهان کبیره و صغیره را به او بیاموزد. گفت ای پسر، برخی گناهان صغیره هست مانند نگریستن من در چهره زیبای تو و در چهره پسر نگریست. بعضی گناهان است که قابل بخشیده شدن است اگرچه از صغیره فراتر است، مثل اینکه من دست بر روی تو کشم و گیسوان رو تو نوازش کنم و گاه بوسه ای بر چهره تو یا لبان تو زنم. و برخی گناهان کبیر است و خداوند از آن نمی گذرد. و پسر بیچاره را به زیر کشید. پسرک فکر کرد که این نیز از آموزش ها، و فقیه گفت این چنین تو فقه می آموزی و مسائل فقهی. صبح روز بعد فقیه ریش شانه کرد و بر مسند نشست و گفت امروز بحث فقه را ادامه می دهیم. و پسر را که در صف آخر نشسته بود گفت پیش آی تا فقه بیاموزی. پسر که ماجرای دیشب را در خاطر داشت گفت ای فقیه، بگذار همینجا بنشینم، چون جای فقه هم درد می کند. ببینید، ما جای جمهوری دموکراتیک و غیر دموکراتیک رو شدیداً درد می کنیم. معذرت می خوام. جمع کنید این بساطو. چیزی از ما باقی نمانده. چندین بار ما درو و کشته شدیم و آنها که باقی ماندیم رنده شدیم. قلب هامون، عواطفمون تف بر ما بارید. دموکراتیک اسلامی تف بر روزگار ما بارید. توهین بر ما بارید. ما به دنبال لایسیته هستیم، به دنبال برادری، برابری و آزادی و نه هیچ چیز دیگر. ما به دنبال جهانی تازه هستیم. دشمن شما نیستیم، ولی اگر جستجوی جهان تازه دشمنی است، این چنین بیندیشید. باور کنید که تاریخ ایران در حال حرکته و شما کهنه اید، عقب مانده اید، اگرچه هزار بار ما را بکوبید.
نصر امروز مطمئن باشید. من مطمئن نیستم که بی خدا خواهد شد، ولی به دنبال خدایی تازه، رسولی تازه و جهانی شایسته و تازه خواهد گشت که جهان کهنه و متعفن شمایان نیست، جهانی که روزگار ما رو سیاه کرد و هستی ما رو به باد داد. حرف بسیار است. من خود نیز بی مذهبم. خدا و رسول و کتاب شما رو قبول ندارم، برای اینکه شأن انسان بالاتر از اینه که سر سجده به خدای فرود بیاورد که سرب مذاب بر اساس آیات وحی به انسان ها میخوراند در جهنم و نو گناهکاران را تا ابد میسوزاند. من نمیتونم سر تسلیم به پیامبری فرود بیاورم که داستانش رو براتون گوشه ای رو گفتم، اگرچه توهین نمی کنم به او، ولی او نمیتواند رسول من باشد. و قدیسینی که هیچ کاری برای ما انجام ندادند و محمل حکومت ننگینی شدند که خون ملت ایران رو داره می نوشد. به قول هوشنگ شفا که میگن شعر از سعید شیرجانیست، من خدایی تازه می خواهم، آیینی تازه می خواهم، نگاهی تازه می خواهم و شما کهنه اید. حال بسرایید جمهوری دموکراتیک و این معلم مظلوم رو فکر کنید که میشه از نامشانش استفاده کرد. تسلیتتون ارزشمنده، ولی محتواش ده شای ارزش نداره. صحبت زیاده و من با یک شعر از شعرهای خودم به عنوان یک مرتدی که به دنبال خدایی تازه، از خدایی که شایسته این جهان بی پایانه که یک کهکشانش نفس رو بند میاره موقعی که در فیزیک دنبال میکنی، آندرومدا رو. به تابه خداوند، به تابه خداوند، عریان بر جهان تا جهان بر تو به تابت عریان. به تابه خداوند، به تاب بر رسولان و کتابهای کهن و آنان که خود را رسولان تو می دانند، به تاب بر ناقوس ها و مناره ها و کرانه ها، به تاب بر دستار ها و جامه های رسولانت، به تاب بر اعماق دهلیز ها و واژه های شعله بر، به تاب بر خاک سرها و الماس ها، به تاب بر دروغ و حقیقت، به تاب بر قلب های ما، بر قلب های تمام ما و نه برگزیدگانت، به تاب تا بر تو بتابند، به تاب تا قلب های ما و ما حقیقت را بی هیچ حائلی، بی هیچ رسولی، بی هیچ امامی و بی هیچ کتاب و فرشته‌ای نظاره کنی. بتاب تا نظاره کنی یک ثانی و نا یک ثانی تابش را، نور را در برابر نور. و یا که آنان که کتاب ها و رسولانی که بی نهایت تو را در نهایت خود محصور کردند، زمان را کشتند، ما را کشتند و خود را یافتند، تو را گم کردند و ما را گمراه، و آنان که نهایت خود را در بی نهایت تو محصور کردند، زمان را باز آفریدند، خود را گم کردند، تو را یافتند و ما را در راه. بتاب تا نهایت خود را
در بی‌نهایتت باز یابیم بی هیچ کتاب و رسولی. بتاب ای خداوند، بتاب تا همه چیز با تو بتابد، در تو بتابد و تاریک کلمات محو شود و رسولان خاموش شوند و ما بتوانیم صدای تو را بشنویم و چشمان ما باز گردد و کتاب جهان گشوده شود، نه کتاب رسولانت. بتاب تا ببینیم پرنده و ساز و عشق و بوسه از آتش نخستین تو برآمدن. بتا همه آفریدگان تو در بوسه تو شریک باشند، آن که کافر است و آن که مشرک است و آن که مرتد است و آن که مسلمان است و آن که نامسلمان. بتاب تا صدای تو را بشنویم و چشمان ما بازگردد و کتاب جهان گشوده شود و آدمیان، نه کتاب هایی کهن که کوه ها را تلاوت کنند و دشت ها و دریاهای تو را و ستارگان و صحراهای تو را و زمین و زمان تو را و آسمان های تو را و کهکشان های تو را تلاوت کنند. بتاب ای خداوند، بتاب که از این همه نهایت و نقمت و نکبت و عقب ماندگی خسته ای و دل خسته و شکسته. بتاب تا جهان و بی نهایت کتاب تو و نو شدن در پی نو شدن پیامبر تو باشد. بتاب تا خود تو را تلاوت کنیم. بتاب تا تو را تلاوت کنیم. تا یکدیگر را تلاوت کنیم. تا طبیعت را تلاوت کنیم. تا یگانه شویم. بتاب ای خداوند در چهار سوی جهان، بتاب و بنگر که تشنگانند مردمانت، پس در کوزه هاشان چشم ساری بجوشان، که گرسنگانند مردمانت، پس در سفره هاشان گندم زاری برویان، که عریانانند مردمانت به جسم و پروف و فرو پیچیدگان و فرو پوشیدگانند در جان، پس بپوشان و عریانشان کن، که سوارانند مردمانت و سورشان باش و لبخندی بر لبهاشان رقصان، که تنهایانند مردمانت، پس بتاب ای خداوند تا بتابیم و تنها نباشیم. بتاب ای خداوند بی هیچ رسول و کتاب و بی هیچ شمشیری که بر گردنی فرود آید. بتاب ای خداوند، بتاب و بر خاطر این معلم شریف فرانسوی که سرش به نام خدایی که تو نبودی بریده شد، بتاب، بتاب بر ذهنهای کهنه‌ای که در قرون وسطا به سر میبرند و سر میبرند، بتاب و بتاب بر کسانی که نمیخواهند تاریخ رو بفهمند و با رویاهای خودشون میخوان جامعه آینده ما رو باز هم بر اساس خیالات خودشون و نه واقعیت تاریخی بنیاد کنند، بر اونها نیز بتاب و وادارشون کن که فکر بکنن اگر ممکنه، و باز هم تأکید میکنم که
قتل این معلم شریف فرانسوی یک فاجعه بزرگ در سرزمین رنسانس، سرزمین ولتر و سارتر، و ما باید واقعا عکس العمل نشون بدیم. یاد این معلم فرانسوی گرامی باد و تسلیت به خانواده اون و همه فرانسویان اهل خرد و شعور، و با امید این که این ماجرا دیگه تکرار نشه و جنبش فرهنگی هرچه بیشتر اوج بگیرد و به این حکایت های تلخ پایان بدهد. موفق باشید.